از افسر رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای افسر رضا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افسر رضا، به نظر شما چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مسئله مسلمانان جامو و کشمیر وجود داره؟ بفرمایید. با عرض سلام، بنده نیز عرض ادب میگم خدمت شما هم چه بینندگان محترم شبکه ممنون. خب سازمان ملل متاسفانه حتی تا الان واسه اجرای قطعنامه‌ای که خودش به تصویب رسیده و خودش نزدیک 70 سال یا 65 سال پیش قول اجرای این قطعنامه رو داده، تا الان متاسفانه نتونسته این انجام بده. چرا؟ کما اینکه ما شاهد فشارهای کشورهای قدرت‌های بزرگ غربی هستیم، به ویژه آمریکا، و اینکه خلاصه این کشورها همیشه رژیم هند به عنوان یک ابزار مناسب واسه سرکوب کردن مسلمانان در کشمیر استفاده کنه و سکوت در برابر سیاست‌های تهاجمی بهمنه یکی از راه‌حل‌های متأسفانه کشورهای غربی بوده در قبال این مسئله. سازمان ملل در سال 2019 تابستون 2019 که دولت وقت هند اقدام به لغو امتیازات ویژه منطقه اشغالی جامو و کشمیر رو گرفت، یک نشست برگزار شد که سابقه نداشت شورای امنیت بعد از 50 سال. با این وجود نتونستن همصدا با ملت مظلوم کشمیر بشن و بتونن دردی از اینا دوا بکنن. خلاصه سازمان های بین المللی نیز همواره این رویکرد منفعلانه سازمان ملل رو تحت انتقاد قرار گرفته، هرچند دولت هند کشمیر رو مسئله داخلی خودش میدونه، اما پاکستان و چند تا کشور اسلامی این مناقشه رو مناقشه بین المللی میدونه و تاکید میکنه که باید بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حل و فصل بشه. با تشکر از افسر رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.